با سلام خوش آمدین به ادامه صبح و زندگی. امیدوارم از لحظه لحظه صبحتان تا ایدم لذت برده باشین. قسمی که قبلا هم گفتم در این بخش برنامه مهمان دارستیم، دکتر سب محترم قیس نیکزاد، متخصص داخلی عمومی، امروز با ما در برنامه هستن و امروز هم در رابطه با یکی از موضوعات بسیار مهمه و یکی از موضوعاتی که بیشتر ما شاهدش هستیم از سالهای سال و حال هم، ربس یا سگ خوردگی، ای که چی است، چی خطرات داره و چطور پیشگیری بکنیم، راههای تداویش چی است. از دکتر سب قیس نیکزاد امروز بیشتر میشنویم. اشخاصی که با این مشکل مواجه شدن حتما بیننده باشین، اگر مواجه هم نشدن احتمال شست، چون در جامعه ما در کوچه ها و اینا سگهای کوچه‌ای، سگهای ولگرد خیلی زیاد است و خوب است که متوجه خودتون باشین. دکتر صبح خوش آمدن، صبحتان بخیر. خیلی ممنون، صبح شما بخیر، صبح تمام هموطنان عزیزی که امین اکنون بیننده و شنونده برنامه زیبایتان است بخیر باشه. امیدوار هستم از بحث فشرده که در مورد موضوع به گفته شما بسیار مهم ما می داشته باشیم، بتانیم از این طریق به دانش طبی هموطنان عزیز خود بیافزاییم. انشالله 100% افزوده میشه. دکتر صبح خوشحال هستیم که شما رو باز هم در برنامه با خود داریم. اول استاد دکتر صبح دوباره ربس بر ما بگوین که خود سگ خوردگی چیست؟ بعضی ویروس ها وجود داره، میکروب هایی که با استفاده از یک سلسله حیوانات مشخص به انسان ها انتقال میکنند و این ویروس ها را به نام ویروس های نوروتروپیک میگن. نوروتروپیک به این مفهوم که بسیار میل داره، این ویروس ها بسیار علاقه داره تا سیستم عصبی انسان را مورد حمله، بمباردمان و ضربه قرار بده. متوجه هستین؟ بنابراین مرض رابیس و یا ای که مردم به نام مرض سگ دیوانه که میگن، یکی از جمله از اینمی مرض هاست. ویروس مشخص به نام رابدو ویروس از حیوانای خانگی واکسین نشده و از حیوانات درنده و وحشی جنگل امکان داره که به انسان سالم انتقال بکنه. این ویروس ها تنها از طریق سگ به آدم انتقال نمیکنه، هر حیوان وحشی و اهلی که واکسین نشده باشه امکان داره که عامل انتقال از این ویروس به انسان شود. ولی در کشورهای در حال انکشاف و کشورهای فقیر بیشترین واقعات از این ویروس منشه انتقالش سگ گزیدگی هست. ولی پشکایی که واکسین نشده باشه، سگایی که واکسین نشده باشه، انواع و اقسام گرگ، روبا و سایر حیوانات درنده و خرس، اینا همش در صورتی که انسان چک بکنه و در صورتی که معوف باشه می حیوان، امکان داره که ویروس را از طریق چک کندن به انسان انتقال بده. یادتان باشه که در دنیا از باعث عظمی ویروس و تشوشاتی که این ویروس در مغز ایجاد میکنه، وقتی که ویروس انسان را معوف کرد، بعد از سپری شدن چند مرحله در مغز انسان التهاب ایجاد میشه، کشنده است، خطرناک است، باید اقدام عاجل صورت بگیره. در دنیا سالانه امکان داره که بیشتر از 17 میلیون انسان مصاب از این آفت شود که از 17 میلیون انسان 59,000ش میمره. و بیشترین واقعات از این در کشورهای است که اقتصاد خراب داره، بیشترین واقعات سگ گزیدگی و سگ خوردگی و سگ دیوانوی ها در افغانستان، کشورهای آفریقایی، بنگلادش، پاکستان، هند بیشتر است. سگ وقتی که سر یک انسان حمله میکنه، وابسته به این است که طفل است یا بزرگسال. بیشترین واقعات از این اطفال معمولا چکایی که ایجاد میشه در ساحه گردن ایجاد میشه، در ساحه روی. چرا؟ طفل قدش کوتاست، حیوان که سر از این حمله میکنه همیجج در دانش میآید. ولی در کسایی که سنکلان هستن، بعد از اینکه این آدم گریخت و سگ پس دوباره گیرش کرد، بیشترین واقعاتش در بند دست بند پای است. بنابراین به اساس هر علتی که ما مواجه با یک حیوان درنده و وحشی میشیم و به طور مثال حیواناتی که در کوچه و پس کوچه است، همه ما باید تو فکر کنیم که گویا اینمی امی ویروس را داشته، به خاطر که اگر وی ویروس در بدن از او حیوان موجود باشه و ما به این اعتنایی کنیم، به پروایی کنیم، در صورتی که علائم پیش ما پیدا شد با 100% کشنده است. بنابراین باید قبل از تظاهر علائم اقدامات صورت بگیره. خب دکتر صاحب، قبل از اینکه بر ما بگوین که چه علائم را داشته باشه، در مورد ازی بگوین که کدام نوع چک زدنش خطرناک بوده میشه، در روی اگه چک بزنه، در گردن یا در دست و پای. یکی تشوشات موضعی است که از باعث گزیدگی حیوان در بدن ایجاد میشه، او زیاد مهم نیست. مثلا یک حیوان به هر اندازه که عمیق یک نفر گزیده باشه و چک زده باشه،
او زیاد مهم نیست. با استفاده از اهتمامات و جرایی عاجل اقدام صورت میگیره، گپ عادی است. مهمی است که در چک از این حیوان کدام نوع انتانات موجود بوده. پسان برای ما چی جنجال را ایجاد میکنه، چه قیه جای چک زدگی از پیش ما میکروبی میشه و دیگه ما کدام مرض مترافقه داریم. مثلا یک نفر که شکر داره نسبت به یک نفر که شکر نمیداشته باشه، موضوع چک گزیدگی پیش هر دوی از انزارش فرق میکنه. بله. در پیش که مثلا مرض دیابت میداشته باشه، زخم تیز جور نمیشه، معافیت بدن افلی از این افراد اشخاص پایان میباشد، در پالی از امکان داره که از پیشش انتانات دیگه ای سهاره موف کنه، آساسا گپ خدای ناخواسته به طرف سیاه شدن و قطع نهایت به انجامه. ولی کسی که مثلا جوان است، سالم است، اگر تنها گپ به چک زدن خلاصه شوه، خود دنیا گل گلزار است. مهمی است که دمونیش از این حیوانات و دلعاب دهن از این حیوانات کدام انتانات موجود بوده. مهم چی است؟ مهمی است که امی مرض رابیس یا امی وایرس دلعاب دهن حیوانات که منتن است فقط 5 الی 7 روز پیش از مردنشان داخل میشه. یعنی هر حیوانی که مصاب از این وایرس باشه وقتی که ما را چک زد در ظرف 5 الی 10 روز خودش میمیره. یعنی قدر خطرناک خود از اون میمیره. بله. و تظاهرات از این در انسان حیوان فرق نداره. یعنی این همه تو مشکلات را که ما برش اشاره پسان شاید بکنم در انسان ها پیدا میشه، اما اعراضی که در انسان می داشته باشه اون رقم اعراض علایم امکان داره که هر نوع حیوانی که مصاب از این آفت باشه اما رقم تشوشات داشته باشه. خیلی خطرناک است، باید خیلی متوجه خود باشیم. حال در مورد علائمشون بگوین دکتر صاحب، زمانی که ما را سگ میگزه یا چک میزنه، چی علائمش بسیار خطرناک بوده میتونه و چی کارهایی را باید انجام بده؟ علائم ابتدایی از این در ابتدا نظر به مؤاخذه طبی به دو کاتگوری تصنیف بندی میشه، یکی اعراض و علائم موضعی و مخبره است. موضوعی ما مخبره به این مفهوم که به طور مثال از ساحه که چک کنده مربوط از این است که ما چقدر امید دست ما در دان سگ قرار گرفته، چقدر ما ورزشکار هستیم از این تانستیم که خود خطا بتیم و مثلا عمیق چک کنده، سطحی چک کنده خراشیدگی است یا ای که مثلا دندانای نیشیش رفته داخل. طبیعی است که در ساحه مثلا خراشیدگی، سایدگی و به طور مثال زخمای عمیق، ساحه نسجایی که مثلا خراب شده موجود است. این علائم ابتدایی، ساحه درد داره و ساحه پوندیدگی داره و ساحه سرخی داره، این گپ عادی است. دوم، هرگاهی که این چک حیوان را که ما بهش مواجه شویم در صورتی که اونمو ویروس رابدو را که ما پیشتر برش گفتم داشته باشم، در ابتدا ما اعراض و علائم مخبره می داشته باشیم. چقدر مدت بود این علائم رو؟ بله، بسیار نقطه خوب. یک چیز را به نام انکیبیشن پیریود یا دوره تفریخ میگه یا دوره نهفتگی. نهفتگی به این مفهوم که ما را ویروس گرفته ولی ما خبر نداریم. بله. امکان داره که از 10 روز تا چند سال، 10 روز تا چند سال، یعنی تظاهرات امکان داره که 11 روز بود پیش ما پیدا شد، 10 روز بود پیدا شد، 20 روز بود یا اینکه 5 سال بود، یعنی دفعتن رو تا چند سال امکان داره که ما را ایوان گزیده باشه ولی تظاهرات شد 5 ماه بود تجربه بکنیم. دوره تفریخ فرق میکنه ولی معمولا بین 3 تا 7 هفته است. 3 تا 7 هفته، یعنی به طور مثال از 21 روز شروع تا به 35 روز بود. تظاهرات اول پیدا میشه چه رقم؟ مریض خسته میباشه، کسل می باشد، جان درد می داشته باشد، تب می داشته باشد، تشوشات جنسی در مرد و زن ایجاد می شه، ترس از آب پیدا می کنه. به مجرد کمی هوای اتاق یا کمک گرم یا کمک سرد شد فغانش می برایه، یعنی در مقابل حرارت بسیار حساس می شه و در پهلوی از این موضوعات مریض یک کمک تو خسته و گوشگیر و کسل خود احساس می کنه، عضلاتش درد داره که تو دستش بزنی عضله می پنده. متوجه شدیم؟ این مرحله ای است که علائم غیر وصفی است. ما را اگر کرونا بگیره طبیعی است که ما به طور مثال خسته و کسل و جان دردی و تب می داشته باشیم. بعد از او فلم از اینجا شروع میشه. فلم از اینجا به این مفهوم شروع میشه که تظاهرات کلینیکی مرض رابیس یا می رابدو وایرس یا مرض سگ دیوانه به دو کاتگوری تصنیف بندی میشه. و یک نقطه که بسیار مهم هست، قبل از اینکه اینی تظاهرات پیدا شه ما باید اقدام کنیم. بله. واکسین غیر فعال و فعال خدا باید بگیریم. اگر پیش ما این علائمی که من میگم پیدا شد، دیگه او را کس جانش خدای ناخواسته به جز از پروردگار در امریکا کس بچ نمیتونه، به خاطر که میمونه این مریض در اون مرحله در ظرف 10 روز تلف میشه. بله. این مرحله کدام است؟ این مرحله به دو کاتگوری تصنیف بندی میشه. نمبر اول مرحله انسفالایتیک فیز یا مرحله است که مغز مصاب التهاب شده. در این مرحله مریض در دادا گرفته نمیشه، پرخاشگر میباشه، 3 نفر محکم گرفته نمیتونیشه، از دانش لاب دهن می، از دانش قف سر میکنه، در پالی از او به طرم سال امکان داره گرش مریضای مرگی وار چپه شوه و در پالی از او به طرم سال یک مقدار کانفیوز میباشه، گیچ میباشه، تو وقتی که صحبت میکنی نمیفهمه که در مورد چی صحبت میکنی، بسیار مضطرب و نارام است. تمام علائم محیوانی این علائم است که دلالت به التهاب مغز میکنه. این مرحله اول است. این مرحله را برام مرحله خروش میگه. بعد از مرحله خروش مریض مورد مرحله گنگ میشه. مرحله گنگ مرحله فلج است. آستاس تا پایا فلج شروع میشه،
متناظر، هر دو پای میای قسمت تو فلج میکنه، هی قسمت تنه فلج میشه. مریض ادرار خود کنترل نمیتونه، مواد غایطه خود کنترل نمیکنه. وقتی که فلج به تنفس آمد، مریض از باعث توقف تنفس میمره. بنابراین این مرض را باید معادی نگیریم. حالا در هر کوچه و پس کوچه برو یک رمه سگ است. شاروالی در این اصلا اقدام نمیکنه. سابق خوب بودن پروسه اکتیم سازی و موضوعات یا بود و هر حیوان حتی در خانم کسی که مثلا یک پشک و گرگ و سگ نگاه میکنه، نه نان از او خبر داره، نه از او از او خبر داره، نه از واکسین از او خبر داره. امکان را کنه اون حیوانی که نگاه میشه ده مشکل داشته باشه. در کشورهای خارجی مردم که در تخت خواب خود پشک کتیش استراحت میکنه و کل گپایش مراحت میکنه، صحیح؟ در اینجا در خانه نگاه کرده میبینه که چک میکنه خود نخواسته و تفلک از بین میبره. بنابراین ما هر حیوانی که در کوچه و پس کوچه میگزه ما باید تو فکر کنی که نمیونه مرض داشته، ویروس داشته، ولی در اصل میفهمی چه رقم میشه و حیوان قطع گیر میکنن، میمانن 10 روز قرنطین میکنن که میمره یا زنده میمونه. اگر نشود حیوان میکشه با توتیش میگیره، میبینه که همین مرض داشته. یعنی در افغانستان کی میشه و امکانات؟ بنابراین هر نوع حیوان که سر ما حمله میکنه فکر کنی که نمی اونم ویروس سگ دیوانه را داره. بله دکتر صاحب، اقدر خطرناک است و اقدر عادی هم ما نمیتونیم چطور تشخیص بدیم که علائمش چی است؟ چون بیشتر به خصوص مردم خودم و شمول خودم خیلی به تفاوت هستیم در بسیار از موضوعات. زمانی که علائمش رو نما میشه یا هم در بعضی از مناطق میباشه، در مناطق دوردست میباشه، امکاناتش نمیباشه که دفتن برن و واکسینش بزنن یا ضد ویروسش بگیرن، دفتن ما چی کار را باید انجام بدیم؟ تداوی اولیش. بسیار خوب گپ را اشاره کردین. مهلک است، کشنده است، خطرناک، قابل وقایه و دوا داره. سه نقطه خراب، دو نقطه خوب، صحیح؟ قابل وقایام است، واکسین داره و اگر اقدام شود تداویام داره، ولی اگر تاخیر صورت گرفت گپ خراب است. اهتمامات اولیه چیز چند نقطه که مثلا در اکثر جایا اشتباه میشه و به طور مثال پرسنل صحی که درست مسلکی دی باره برخورد نمیکنن، میزنن مریض خراب میکنن. نقطه چیز، اگر ما در خانه هستیم یا مثلا به کلینیک مرکزی مراجعه میکنیم، در صورت کس مسلکی باشه میفهمه که اول باید کتی نرمال سلین سیروم نمکی که میگن، کتی آیودین یا کتی پایودین تینچر شستشو میکنه. یک، نزد جایی که خراب شده او باید برداشته شده. در پلی از او به طرم سال یادتان باشه که رزیاد 6 لا 7 لا بنداش زخم شد در صورت که عمیق باشه نزنیم. در ضمن از او هیچ وقت چک گزیدگی سگ کس کوک نمیزنه. گوشت از او اگر سیکل کن واز بود باید دیره ندوزی. خصوصا اگر مریض مثلا دیابت یا شکر می داشته شو و نمانیم که از پیش موانتانی شوه. ولی تنها موضوع به یه امر اتکان نمیشه، مهم تنها اینجا نیست. دکتر سب مهم... دختنش هم دختنش به خاطر از این است که زمینه رشد انتانات غیر عوازی را در او ساحه مساعد میکنه. این کوک که میزنی 5 روز بعد میبینی که از بغلای کوک چرک سر میکنه. به مو خاطر باید زمینه به خاطر رشد انتانات که در عدم موجودیت هوا رشد میکنن مساعد نشه. این گپ حل شد. ولی در 24 ساعت الا فوقش 7 روز باید بر مریض اسلحه تأمین شوه. 24 ساعت الا 7 روز. اگر گپ از 7 روز سپری شد، باز تطبیق از اون مافیات به شکل غیر فعال ایت فایده نداره. اقدام باید بکنن. اگر در ولایت از به مرکز بیا، بدون شک در ولایت هم در مرکز شاید بعض مراکز باشه که مثلا این را تطبیق بکنن. با چند اقدام عادی امکان داره که مثلا جان یک نفر بد شوه. بله. در 24 الی 72 ساعت. ولی تو تنها به یه تکا نمیشه که بروی جگه که نجور شد ولی گبد درون خرابی را شروع کرده برای. در 24 الی 72 ساعت فوقش 7 روز. باید اقدام صورت بگیره که مافیات به شکل فعال و غیر فعال بر مریض تامین شود که در مقابل از ویروسکایی که بوده جنگ شروع کنه. بله واقعا چقدر موضوعات مهم بود. بله. چقدر موضوعات بود که مطمئن هستم هیچ کس متوجهش نبودن و از همیال شاید کلگی تصمیم گرفته باشن که خیلی جدی بگیرن، به خصوص متوجه اطفالتون باشن و زمانی که متوجه کوچکترین علامه هم میشن، کوچکترین چیز را هم که میبینید وجود خودتان یا اطفالتان، چیزایی را که دکتر سب یادآوری کرد حتما تطبیق بکنن. بسیار تشکر دکتر صاحب از اینکه تشریف آوردن، واقعا خیلی خوشحال شدیم. در مورد یکی از موضوعات بسیار مهم دیگه هم معلومات ما زیاد شد. اگر گفتنی های از شما باقی مونده، فقط هر گاهی که یک فرد مواجه به حیوان میشه دو مرحله داره. یک، در ابتدا ایمونوگلوبولین تطبیق میشه که مافیات اولا ویروس ها دوسا هست و از بین بره. بعد از او بعد از سپری شدن چند روزش واکسین تطبیق میشه. این دو مرحله کم هزینه است و امکان داره که مثلا بر ما نجات بخش باشه. ولی تو نکنیم که اگر ایوان درنده که مثلا از دانش لعاب سر کده را ای است ما را میگزه، منتظر باشیم که با زخم از جور شد که نشه که اگر علائم پیدا شد ما مثلا پای ما فلج شد ما به توقف تنفس پیدا کنیم، در اون صورت باز
علاجش مشکل هست. بله، بسیار تشکر. خیلی ممنون. سلامت باشین. جان نگاه کردن فرض است و خوب است که متوجه خود باشیم در هر کجا و در هر جای که هستین در هر لحظه. در ادامه برنامه با ما باشین. امروز هم گزارش ها و خبرهای مختلف سیاسی و اقتصادی تحولات در افغانستان جهان است که بعد از وقفه با شما شریک خواهد شد.